آتش نشانی تهران بفرمایید. الو الو آتش نشانی تهران بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم آقا. ساختمان پلاسکو طبقه 10 آتش گرفته مغازه. آدرس بفرمایید. چهار استانبول ساختمان پلاسکو. طبقه چندمه؟ طبقه 10. 10 طبقه 10. چیه مغازه؟ چیه؟ پوشاک. پوشاک. پوشاک هستش. زود هم داخلش گیر کرده آقا؟ نه فقط زود اعزام کردیم. الو آقا سلام. سلام علیکم. ساختمان پلاسکو آتش گرفته طبقه 10. ساختمان پلاسکو اعزام کردیم خیابان جمهوری 4 استانبول. یا زهرا آقا بعد از این گرفته همه از پوشاک ساختمان پلاسکو طبقه 10 گرفته. آقا نیرو تو راه متشکرم. تماس بگیرید. این ساختمان پلاسکو ساختمان پلاسکو البته ما یه مقدار دوریم ازش. الان می‌بینیم داره از ساختمان پلاسکو به ما الان کردن خیابان جمهوری 4. آره ما علاقه اون روز پنجشنبه بود. واقعا تلخ‌ترین روز زندگی من. معمولا تو حریقایی که میخواد اتفاق بیفته اینجوری شد. تو این 20 سالی که تو آتش نشانی بودیم یه صبح یه الهاماتی میشه. اون روز پنجشنبه ما خیلی همون امتحان دانشگاه داشتیم و آماده حاضر شدن بودیم که بریم واسه دانشگاه امتحان بدیم. صبح بود بچه های شیفت به حالا اصراری داشتن دعوت کردن اینکه صبحونه رو در کنار هم بخوریم. بچه‌ها صبحونه رو خواستن آماده کنن هولوشه. حالا ساعتش من دقیق نگاه نکردم. فکر کنم نزدیک 8 بود. حالا فکر کنم حدود 4 یا 5 دقیقه به 8 صبح بود. حالا هنوز شروع نکرده بودیم صبحونه رو که زنگ ایسکا به صدا در اومد. زنگ ایسکا 115 خورد. 115 هم ایسکایی بود که نزدیک پلاسکو بود. من سریع از کانال خودم رفتم به اون کانال که ببینم قضیه چیه. اعلام کرد حریق پلاسکو، نیروی حریق و نجات و نردبون بالا بر دوشک نجات دستگاه تنفسی. ما توی جلسه بودیم به اتفاق آقای داوری حرکت کردیم. ببینید خب وقتی اعلام شد پلاسکو ما داخل ماشین نشسته بودیم فکرشو نمی کردیم که خب فکر می کردیم یه حریقی مثل بقیه حریقایی که می رفت. وقتی که اومد تو خیابون جمهوری فرماندهش اعلام کرد ما دود شعله زیادی رو داریم می‌بینیم از طبقات بالا. یه بچه مشترکی بین فرماندهای ما وجود داره. همشون با مشاهداتی که در مسیر دارن به طور غیر مستقیم اعلام میکنن که با حادثه بزرگ روبرو هستیم. از دور که این ساختمون رو دیدیم فهمیدیم که با یه حریق به قول خودمون گردن کلفت روبرو هستیم. هرچی نزدیکتر می شدیم شعله‌وری در طبقات رو هم شعله هایی که در واقع زبونه می کشید و به طبقات بالا ما می دیدیم. اولین ایستگاه همون رسیدن اون محل بگم کنم اولین ایستگاه ما ایستگاه 115 باشه. به محض رسیدن و استقرار ماشین همون نزدیک ساختمون شروع کردیم به آبرسانی و لوله کشی به سمت بالا. آماده باشید. مزید بگورو هم با شما. حرکت کنید با شما. بالاور ایسکای 1 رسیده بود. بالاور ایسکای 40 رسیده بود. همزمان با نمدون ایسکای 18 اومد و ایسکای 115 و ایسکای 1 هم نیروهاش رفته بودن طبقه که دهم که اونجا به ما گفتن طبقه دهم حریقه. فکر میکنم نیم ساعت بعد از آتش سوزی به اتفاق آقای داوری که معاونت عملیات سازمان هستن ما حاضر شدیم در محل. در همون دقایق ایشون از من درخواست کردن و دستور دادن که در طبقات حاضر بشم، اضافی بشم به تیم فرماندهی توی بالا. ایستگاه قبلی که رسیده بود خودشون یه رشته 2.5 کشیده بودن، سرایی گذاشته بودن طبقه همکف ساختمون و لوله رو برده بودن تا پای حریق. هر سری که میمدن پایین لوله برن بالا میدم دود داره بیشتر میشه. بالاخره این روند افزایشی و رشد تصاعدی شعله زمانی که رفتیم رسیدیم دیدیم که از چهار طرف ساختمون داره دود میزنه، دود غلیظ و پرفشار. این نشون دهنده چیه؟ من به نظرم تایم ارزم به حضورتون شروع حریق تا موقعی که ما رسیدیم زمان زیادی برده بود. چند نفر از خود
کسبه و یا شاید نگهبان یا سرایداری که اونجا بود، دیدیم سر و صورتش واقعا پودری شده بود. من دیدم یه خاموش کننده 50 کیلویی بود، ازش پود می اومد بیرون طبقه دهم. من تو هم گفتم اینو بچه ها که زامنش رو کشید، گفتن نه اینا همون شروع حریق خودشون مشغول شدن حریق رو اتفاق کنن نتونستن، که در نهایت آخر زنگ زده بودن آتش نشانی که بیاد. طرف درست اون لحظه‌ای که اطلاع داده بود اولین نیرو بعد از 2 دقیقه میرسه با محل حادثه، ولی چقدر بعد از آتش سوزی زنگ زده و اطلاع داده، چقدر خودشون اول تلاش کردن به خاموش کردن نتونستن، حریق گسترده شده حالا زنگ زدن آتش نشانی. می‌دونید که اون لحظات اولیه اگر به داده حریق برسید شما حریق رو اطفا می‌کنید، ولی اگر اون تایمش زیاد بشه، اون عرضم به حضورتون که اجناسی که اونجا هست مستعد آتش سوزی سریع باشن که بود، پوشاک و چیزهای دیگه هم بود، این باعث شده بود که حریق زودتر گسترش پیدا کنه. که کانون حریق رو نمیدیدی، شما فقط یه حریقی میدیدی با وسعت زیاد که به سمت شما میومد. ما که رسیدیم لوله‌کشی انجام شده بود، یعنی فرایند آبرسانی از پایین به بالا انجام شده بود و بچه‌ها مشغول نفوذ بودن و شعله زنی. ببین از نظر من آتش نشان در یک ساختمان بلند یکی از سخت‌ترین و زمان‌برترین کارها انجام لوله‌کشی توسط آتش نشان‌ها در ساختمان‌های مرتفعه. راپلاش هم که خدمتتون عرض بکنم از طبقه 4 به بعد راپلاش میهش میگن تک شمشیری، چون از یه قسمت دیگه راپله میای بالا باز باید بیای کل محوطه طبقه رو طی بکنی و از راپله بعدی رو منتهی بری بالا، که این بود لوله کشی ما رو خیلی زیاد میکرد و هم تایم زمانیمون رو هم تعداد بندهامون رو اضافه میکرد. خب دور تا دور میشه گفت ساختمونم فنس کشی کرده بودن، حالا بنا به دلایلی به ما گفتن میدونیم فنس ها رو برای چی زده بودن اونجا رو، گفتیم نه نمیدونیم، ما هم تو چیز کسی هم درسته به ما نگفت. خب اونا خودکشی اونجا زیاد بود، خودکشی که وقتی مردم میرفتن خودشون رو ارتفاع میداختن پایین تصمیم گرفتن، حالا مدیر ساختمون یا اون مالک اونجا که وقف بوده گفتن که اونجا رو فنس بزنن. واقعا راه ورود و خروج ما فقط همین پلکان بود، همین یه دستگاه پلکان. از همون طبقات که شروع کردم در به جنوبی ساختمون که واقعا در خیابون جمهوری وارد شدم، تو هر طبقه من راحت بگم بالای 70-80 نفر تو طبقات اول تا 4 بود. از خود مالکین، از افرادی که در واقع شاغل در پلاسکو بودن تو اون ساختمون بودن، تعدادشون بسیار بالا بود و بدون اینکه به حرف ما و به تذکرات همکاران من توجهی داشته باشن می اومدن تو اون قسمت هایی که دچار سوختگی شده بود و احتمال خطر داشت، احتمال ریزش می رفت. ما بارها و بارها تذکر داده شد به مردم که خارج کنید. من فکر کنم در فیلم هایی هم که در فضای مجازی پخش شد بعضن دیدید که صحبت می کنم میگن الان ساختمون داره بالا می سوزه و ما الان اینجا به اصطلاح هستیم. الان ما داخل ساختمون فردوسی هستیم. جی پلاسکو، همکف پلاسکو این آتیشون بالا. اینجا همه پرها بالا برج داره میسوزه، اونجا هم داره سنگ و شیشه و اینا میاد پایین. اوه اوه. ما همزمان تو طبقه دهم بودیم که دیدیم 5-6 نفر از این مالک ها اومدن بالا، که واقعا من بهشون گفتم برای چی اومدیم بالا، گفت ما چکامون اینجاست توی قاف صندوقه. اهالی وایساده بودن با تی آبا رو میزدن که سمت مغازه هاشون نره. من حتی دیدم یکی دو تا نفر با دمپایی هم هستن. خیلی تذکر بهشون میدادیم که حالا برید بعدن میان این کار انجام میدید یا خود بچه های ما انجام میدن، ولی خب گوش نمی کردن، همشون حضور داشتن. مالکی
میگم حتی تو اونجا رفتیم که ببینیم آدمی چیزی نبود، چون اونجا محیط کارگری بود، احتمال میدادیم شبا کسی اینجا بخوابه، چون دود زیادی هم داشت. مغازه رو نگاه میکنیم که ببینیم کسی نباشه. اتفاقا چند تا مانکن افتاده بود زمین، چون دودم بود ما حدس میزدم مثلا مانکنم توش باشه، ولی باز رفتیم تو مغازه رو گشتیم ببینیم خدای نکرده کارگر یا چیزی مالکی نباشه اون تو باشه که خوابیده باشه. آه حالت خوبه اونجا؟ اون کی؟ نه پشت باقی اون گوشه، گوشه کی باید صدای گوشه دیشه. شروع کردیم به اتفاق اونجا کارمون رو شروع کردیم و مردم رو هدایت کردیم به سمت پایین. خیالمون راحت شد از اینکه کسی طبقات بالا نمونده و بقیه بچه ها همکاران هم تو طبقات پایین تر مشغول خروج شهروندان بودن. حالا ببینید ما حریقای زیادی رفته بودیم تا قبل از این، منتها میگم هر حریقی خصوصیت خودشو داره. به خاطر انباشت زیاد منسوجات و پارچه و البسه، نرخ تولید حرارت و دود بسیار بالا بود، چون این پوشاکر هم رو هم چیده بودن و برای اینکه شما حریق رو بتونی کامل خاموش کنی حتما باید اینا رو جدا کنی، یعنی اینا رو به صورت فله‌ای بسته‌ای پیچیده بودن. ببینید توپ پارچه بود، پیراهن بود، کارتون‌های پیراهن بودش که رو هم چیده بودن، شاید میتونم بگم تا سقف چیده بودن، که یه راهرو کوچیک نیم متری شاید توی مغازه فقط جا بودش. خب حریق داشت میدوید، مغازه رو میزنیم، مغازه بغل دستی میگرفت. البته خیلی زیاد داشتون سقف کاذب داشت، به نظرم از سقف کاذب و رایزرهایی که بود حریق دویده بود رفته بود بالا. سقف‌های کاذب رو اومده بودن به عمق 1.5 متر سقف کاذب و دپوی در واقع منسوجات و پارچه و البسه‌ای که داخل اینها بود، همین باعث شد که حریق دور بزنه، یعنی کل مغازه رو از سقف کاذب از بالای سقف به مغازه‌های دیگه سرایت کنه. ما تمام تلاشمون رو گذاشتیم که فعلا طبقه دهم رو در یک مرحله پایدار قرار بدیم، از باب شعله زنی اولی انجام شد، رفتیم که توی مرحله لکه گیری پلن ورود به طبقه 11 رو تدارک دیدیم. طبقه 10 بچه‌ها تقریبا اطفا کرده بودن، در حال لکه گیریش بودن. یه نگاه هم که به ساختمون انداختیم، شرایط جوری بود که همونجوری که پشت بیسیم هم داشتن اشاره میکردن، شرایط جوری بود که یعنی حریق کنترل شده است. خود ظاهر قضیه هم همین نشون میداد، یعنی اون دود سفیدی که داشت خارج میشد، بعد حجم دود داشت کم میشد، اینا همش نشونه این بود که حریق داره کنترل میشه. که دو تا از بچه‌هام محسن روحانی و فریدون علی تبار، اون بنده خدا هم اومدن بالا پیش ما بودن، دیدن ما خسته شدیم وایسادیم، که بچه های گروه طبقه 11 داشتن کار میکردن، که اون خسته شدن جا رو عوض کنیم. محسن اومد گفتش که من میخوام برم تو. ما گفتیم محسن نرو، بذار وایسا، حالا بچه ها بالا دارن کار میکنه. اومدن پایین با هم تعویض میکنن، خسته شدن اومدن پایین با هم جایگزین میشن. محسن گفت نه من میرم، من میخوام برم بالا. فریدونم پشت سر محسن رم. ما هرچی گفتیم محسن وایسا، فرمانده گفتش، معاونمون گفتش وایسا، منتها اصلا گوش نکردیم بچه. ما وقتی که طبقه 11 رو تدارک دیدیم که با یک رشته خط آبرسانی جدید و انشعاب 3 رشته لوله تونستیم طبقه 11 رو مهار کنیم، شعله زنی کنیم. طبقه 11 رو تقریبا حریقاش رو بچه ها زده بودن، که این موقعی بود که میگفتن حریق جمع شد، خاموش شد. بله ظاهر قضیه همین بود، یعنی بچه‌ها داشتن لکه گیری میکردن، که اون گزارش که من خدمت شما عرض کردم، اینکه یه دود فعالی از بیرون مشاهده میشد و داخل ساختمون چیزی مشخص نبود، ما ظاهر قضیه دیدیم حریق کنترل شده بود و
داشت به لکنگیری میرسید. تا عملیات ما ادامه پیدا میکرد به سختی پیش میرفت، ولی پیش میرفت. ما موفق شده بودیم که تقریبا دو طبقه از حریق رو اطفا بکنیم. حریق طبقه دهم به طور کامل اطفا شده بود، یازدهم مراحل آخر اطفا شد تیمی کرد که با این دوستان هماهنگ کردیم که طبقه دوازدهم هم بریم حریقش رو بزنیم. با تجهیزات با سلوله حرکت کردیم سمت طبقه دوازدهم، شروع کردیم به اطفا. حریق دیگه رویت شد، یعنی از تو سقف کاذب حریق دیگه رویت شد. ما شروع کردیم به اطفا. تو طبقات کار میکردیم، حالا فکر میکنم که ساعت رسیده بود به نزدیکی 11 که تو همین حین من و علی ایزدی با فرمانده و معاون و با یکی دو تا دیگه از بچه‌ها طبقه دهم بودیم، کنار دیوار وایساده بودیم. محسن با چند تا از بچه‌ها دیگه وسط بودن، وسط همون طبقه دهم بود. همچنین مسیری که می‌رفتیم بالا برسیم به 12، متأسفانه در یک لحظه آوار اومد که فقط به فاصله یه سر برگردوندن شد سقف طبقه دهم اومد رو بچه. آقای داوری سقف طبقه 11 کلن آوار شد کشید کنید احتمالی که بچه همو زیرا سقفه بیشید هسته سیمان کنید چند نفرن کار کنید. آوار ما رو غافلگیر کرد. یه صدای خیلی شدیدی اومد، صدای متفرقه زیاد داشتیم، ولی این لحظه یه صدای خیلی شدیدی اومد که یهو گفتن آوار و یک خاک عظیمی بلند شد اونجا. من برگشتم، دستگاه پوشیده بودم، اومدم برم طبقه پایین‌تر ببینم چه اتفاقی افتاده، این صدا ماره چی بود. از صدای همکارانمون تو طبقه دهم که با صدای یا حسین و یا زهرا ما متوجه شدیم که این اتفاق افتاده. در ساعت فکر میکنم 10:50 و 4-5 دقیقه بود، فکر کنم اولین آوار رخ داد که متاسفانه تعدادی از همکارانمون رو اونجا زیر آوار گرفتار کرد و خب به تبع همکارای دیگری که در اونجا حضور داشتند بلافاصله شروع کردن اقدام به نجات همکارانی که در زیر آوار گرفتار شده بودن که به سرعت پله‌ها رو پایین اومدیم و متاسفانه صحنه‌هایی رو شاهد بودیم، صحنه‌هایی رو دیدیم که اون روز رو واقعا تبدیل کرد به تلخ‌ترین روز زندگی من و خیلی از همکارانم. ما به محض اینکه صدای قرش ساختمون رو شنیدیم اومدیم سمت واحدی که ریخته بود، دیدیم طبقه 11 اگر اشتباه نکنم یه طبقه ریزش کرده بود و رفته بود طبقه پایین‌تر. یه لحظه که خاک فروکش کرد و نگاه کردیم دیدیم تعداد زیادی از بچه‌هامون زیر آوار موندن. چند توشون در جا شهید شده بودن بچه همون. شروع کردیم بچه ها رو صدا کردن که بچه ها بیان پایین، بیان کمک، آوار اومده. عرضم به حضورتون و همزمان هم تو بیسیم اعلام کردیم که آقا طبقه دهم آوار اومده و بچه ها زیر آواره. 6-7 از بچه ها هم موقع موندن زیر آوار. یک نفرشون خدا شاهده به سمت پله دیگه وقت این صحنه رو دیدن، یک نفرشون اصلا به سمت پله نرفت دیگه، فقط همه اومدن سمت نجات بچه ها. خب عده‌ایشون زنده بودن ولی دسترسی بهشون غیر ممکن بود به خاطر شکل در واقع ریزشی که وجود داشت. ما هم کنار دیوار بودیم، شاید خدا ما رو لایق نمیدونست که نرفتیم ما بچه. خب عده‌ای هم خب توی زیر آوار تو همون دقایق اولیه شهید شدن. همون لحظه دستور تخلیه اگر اشتباه نکنم دقیقا 31 یا 32 دقیقه قبل از آوار نهایی، ریزش نهایی، دستور تخلیه صادر شد. شهید امینی مثلا یادمه که اونجا با صدای بلند فریاد میزد تخلیه کنید، خارج بشید، اعلام میکرد به بچه‌ها چون اون طبق پایین تر بود آوار رو دیده بود. ما اونجا به تمام پرسنل دستور تخلیه رو در واقع منعکس کردیم. مردمی که طبقات پایین تر بودن با
با این صدا، با دیدن بچه های ما که از اون حالت داشتن میدویدن از طبقات پایین خاکی و آسیب دیده، این باعث رعب و وحشت مردم شد. خوشبختانه بالاخره با خروج خدا آتش نشان‌ها تعداد تقریبا اکثریت همه اونا موفق شدن که از ساختمون خارج بشن، وگرنه فکر میکنم که فاجعه از اینی که هست خیلی بزرگتر میشد و تعداد زیادی از شهروندا خونه خودشون از دست میدن. ما اونجا بالای 25-30 نفر یا سنین مونده بودن هنوز تو همون طبقه. ناباری که اومد رو بچه ها کتف شونه سمت چپ منو گرفت، شونه سمت چپمو گرفت و من افتادم همون بغل آوار. بچه ها در حالی که زیر آوار بود، هر 3-4 نفر یه قسمت کار میکردن تا بتونن بچه همونو خارج بکنن. یه سری از بچه ها میخواستن دوستامون که اون زیر موندن رو بیارن بیرون، تا نمیشد، تکون نمیخورد، بوتون داغ بود، دستاشون میسوخ، از اون دستکش تمام دستکش ها رو میسوزون. بوتون ها خیلی سنگین که تو حالت عادی فکر نمی کنم 10 نفر هم بتونن اون بوتون ها رو تکون بدن. با آقای توکلی همان که بودم، حاجی همید بیسیم بزن وسایل نجات و پایین پای ماشین آماده کنم، من برم پایین وسایل رو بیارم. گو باشه. بچه ها رو، یه سری بچه ها رو فرستادم که عرضم به حضورتون دیلم بیارن، یه سری فرستادیم این جک های هرمات رو بیارن. بچه ها دستگاه آماده بیشید، از هم جدا نمیشید، کار ریسکی و خطرناک هم نمیکنید، حواستون باشه. میری بالا سری آقای نیکبخت لوازم خاصه میری پیشش. آقای دلالی بخش بیرای نجا تحسیزات نجا هرمات رو تحسیزات برای آبار برداری ارسال کنید بالا. حرکت کردم به سمت پایین، چون واقعا بالا وقت هدر دادن اینجور موقع ها به ضرره. یه طبقه زدم رفتم پایین، دیدم آقای گودرزی وسط پایگرد راه بلا نشسته. مهدی سقوط کردم زیر آوار موندم. واقعا شوکه شدیدی بهشون وارد شده بود. دیدم افتاده، من صدا میکنم میگه حمید کمرم شکست، منو ببر پایین. شمانی کشیدیم کنار، گفتم فرخت این فایس را ببرم، با این وضعیتت نمیتونی تکون بخوری، بذار برم بسکتو بیارم. ایمان محسن اشتباه بدی فایده آوری اوشان سلاحات بیا در سلاحات بالا. گفتم فقط این بلند شو ببرم. گفت اصلا دست بهم نزن، کمر به پایینم فلجه. گفتم پس وایسا، من دارم میرم وسایل نجاتو بیارم، بچه ها بالا گیر کردن، همراه خودم یه برانکارد میارم. که ما همزمان که اومدیم پایین که به بالا برا دسترسی پیدا کنیم، که به بالا برا بگیم لوازمو بیارن و اینا، چون 10 طبقه اومدن و پایین رفتنش خیلی سیم، مخصوصا خود من که من از اون اولش دستگاه رو شونم بود تا اون لحظه، یعنی دیگه نایی واسم نمونده بود. شروع کردم به دویدن سمت پله ها، رفتم پاگرد های مربعی شکل رو به سمت پایین داشتم بدو بدو حرکت میکردم، میرفتم پایین، میرفتم دو طبقه تقریبا دور پاگرد زدم، واقعا اون لحظه شمالی و جنوبی خودم رو گم کردم. دور پلا زدم، فقط یه لحظه ساختمون شروع کرد به لرزش و واقعا تکون خوردن شدید و صدای قرش مهیبی اومد. ایمان ایمان تمام نیروها بیان پایین، تمام نیروها ساختمون تخت درست نیروها پایین، همه نیروها بیان پایین، همه نیروها بیان پایین، همین نیروهایی که صدای من رو میشنوند. همین زمانی که میخواستن خارج بشن، ما هم بالا داشتیم کار میکردیم، فکر میکنم 12-13 دقیقه تو همین حالا رنج 1-2 دقیقه بالا پایین، آوار دوم اومد. آوار دوم کمتر از 10 دقیقه اصلا به ما فرصت نداد. من همین که راپله رو پیچیدم مثلا به اندازه 5 ثانیه راپلر اومدم پایین تو لابی، لابی رو ببیشم بیام توی قسمت زل جنوبی، یه صدای مهیبی دیگه اومد. صدای آوار بود، فقط کنار دیواره آسانسور دستم رو سرم حائل کردم، کنار ستون پناه گرفتم. بعد از یه لحظه کلن همه جا خاک شد و دود بسیار شدیدی. ساختمون نصفش ریخته، نصفش ریخت، یا حسین یا حسین با عمل فز یا خدا خود. اینجا همینجوری بایستاده بودن بچه هم برامونمون
حالت نیم خیز دراز کشیده بودن که داشتن کار میکردن با سینا که آوار دوم که رفت همون با شاید 10 سانتی ما کل طبقات رفت پایین. یعنی تمام بچه‌ای که دیل کرده بودن رو با خودش برد پایین، همون باکس پله. تا در ساعت 11 و فکر میکنم 2 دقیقه بود که آوار دوم به طور وسیع تری در مثل همون قسمت شمال ساختمون رخ داد و همکارهایی که زیر آوار بودن باز مجددن مثل با آوار دوم سقوط کردن به پایین، که در اونجا دیگه ناپایداری ساختمون ثابت شده بود و برای با دستور تخلیه همه افراد صادر شد. خاک و دود کلن گرفته بود، همه جا راپلا رو گرفته بود، هیچی معلوم نبود، حتی 10 سانتی جلوت هم نمیتونستی ببینی. اصلا مثل یک فیلم بود. من هنوز هر جور میخوام ترسیم کنم، هر جور میخوام اینو تو ذهن خودم تداعی کنم، اینقدر سرعتش بالا بود که غیر قابل تصوره برای خود من. اون لحظه اصلا نمیدونستم چیکار کنم. یه سری از بچه ها مونده بودن اون بالا زیر آوار، بازداشت آوار میشد. مثلا من دردم یادم رفت که یه شیشه این آوار و شدت فشار هوا واسه شیشه بخوره پشت گوش من، خون شروع کرد ریختن، ولی خب تو اون شوک ما اصلا دردی احساس نمی‌کردم. من دیدم خون داره می‌ریزه. ساختمان از ضلع شمالیش دچار یک شکست عرضی شد، یعنی در عرض 20 ثانیه از پایین خالی کرد ساختمان و ضلع شمالی تبدیل به یک فریم فلزی شد. یعنی اونایی که توی طبقه دهم محبوس شده بودن، نه امکانش بود که برن بالا، نه امکانش بود که بیان پایین، تو همون طبقه دهم محبوس شده بودن. ما هم بچه اومدن 4-5 نفر با هم بودیم، اومدیم از راپله بیایم پایین، بیام دیدم گرد و خاک و حالت دود زیادی تو راپله هست. بودم این طبقه نباید حریق داشته باشیم، تعجب هم کرده بودم که رسیدیم انتهای پله، من دیدم هیچی اونور نیست، یعنی همه رفته پایین، یه تقریبا راهی به اندازه 2 تا پا مونده که شما برید تو لابی، برید تا طبقه پایین تر. یه راه اصطلاحا ما میگیم گربه رو، یه راه کوچیکی مونده بود. ما از اون اومدیم که بیایم، هیچی معلوم نبودش. یکی از بچه‌ها آتش نشان مونده بود، تو شوک بودش، منم هیچی نبود، همه لوازمم مونده بود، یه تیکم آوار اومده بود رو لوازمم. بهش گفتم چراغ قوه داری؟ چراغ قوه تو بده به من. بنده خدا تو شوک بود، دست انداختم چراغ قوه رو از تو سینه‌اش کندم، خدا منو حلال کنه، دوتا زدم زیر گوشش، فقط به خاطر به خودش بیاد. آوار دوم که ریخت، خب خیلی از پاگردانم برد، شاید یه لبای 20 سانتی مثلا وجود داشت تو پاگردا، که ما از این پله بیایم باید روی این لبه را میرفت تا میرسید به پاگرد بعدی، چون اصلا بال شمال و جنوبی رو از هم جدا کرد، یعنی ساختمون تو اون کلافی که بود دیگه نبود. وقتی که اومدم پایین ترک‌ها رو تو قسمت ضلع غربی دیدم که کل ساختمون ترک خورده بود، ترک‌های خیلی عمیق. تا وقتی راه پله رفت این سازه قدیمی طبیعتاً الان احتمال ریزش داره. چند تا راه داشتم، هم کنار پاگردهای راه پله یه مقدار مساله هنوز رو دیوار مونده بود، گفتم از اینجا بگیرم یه طبقه بپرم پایین، چون پایین دیگه دود شدیدی بود، مشخص نبود که این چند 10 متر ارتفاع عمق داریم به سمت پایین، 15 متره. زدم زیر گوشش گفتم وای نسو، فقط پشت سر من بیا، چرا قبرم میناختم تو راه پله. پله رو رسیدم پایین، یه چند تا بچه هم پشت سرم بودن. پله رو رسیدم دیدم پاگردی وجود نداره،
کلن پاگرد از بالا تا پایین قیچی شده بود، انگار کاتر گذاشته بودن تا پایین پاگرد رو قیچی شده بود. وقتی این اتفاق افتاد عده قلیلی دیگه از ما تو این طبقه دهم موندیم، ما راه ها رو از دست دادیم. ما وقتی راه ها رو از دست دادیم راهی جز این که از پنجره و طریق نردبان ها و بالابر ها بخوایم خارج بشیم برامون نمید. تنها چیزی که وقتی داشتم نگاه میکردم استنباط میکردم، تنها چیزی که به ذهنم رسید پنجره‌ای بود که از سمت چپ خودم داشتم میدیدم نور میزنه. رفتم سمت پنجره، داشتم بدو میرفتم سمت پنجره، خوردم به شیشه میرال مغازه. من وقتی از پله ها اومدم پایین یه باریک راهی رو دیدم که خب یه توالی داشت، در واقع این توالی تا پایین ترین نقطه ساختمون تکرار شده بود، اما این توالیه تقریبا یک قرنیز 25 سانتیمتری بود که من به پیمان گفتم که من برم ببینم راه هست یا نه، که ایشون یه فرصت به من نداد، گفت من سنگین‌ترم، بذار من برم اول. ما یه قراری گذاشتیم، گفتم من اگر تلاش میکنم این قرنیزا رو رد کنم، اگر رفتم پایین با اینا، اینا تونستم وزن منو تحمل کنن، اعلام میکنم بهتون که بچه‌ها رو بفرستید به خاطر اینکه سرعت بدیم به تخلیه‌مون. مغازه یکی دو تا مغازه اومدم این ورتر، دیدم یه دونه از مغازه ها خاص خدا درش اونم کامل نشکسته بود، اللولا شکسته شده بود، نیمه با زاویه قرار گرفته بود. رفتم داخل مغازه، به سمت نور که رفتم تازه دیدم رسیدم به فنسای توری محافظ پنجره ها. این فنس جلوگیری میکرد از خور اگه بالابر یا نوردبون هم مثلا میخواست بیاد، این فنس جلوگیری میکرد، چون بچه هم دیگه هیچی نداشتن، نه سنگفرزی داشتن نه چیزی داشتن، دیگه چاره ای نداشتیم، چسبیدیم به دیوار، روی پاگردم تموم آوار و نخاله گرفته بود، چسبیدیم به دیوار، اشهدمون میخونیم میدویدیم. پشت سر من یکی از همکارا اومد، گفتم فقط من رد میشم، من اول رد میشم، اگر رفتم پایین برگرد برو پیش آقای مهدیانی مقرر بود، دیگه جای مکس اینجا نیست. فقط پسرم میومد جلو چشم، که تو هر طبقه ای هم که میرسیدیم صدا میکردیم بچه ها رو یک کسی نباشه. تو همین هم بود که یکی دوتا از بچه های دیگه هم اون واحدی رو که ما انتخاب کردیم، واحد مغازه‌ای که انتخاب کردیم بنده خود من، از همون اومدن داخل. خوشبختانه یکی از درهای مغازه‌های روبرو باز بود، گفتم بچه ها برید تو اون مغازه، بچه ها دویدن رفتن تو اون مغازه، ما هم رفتیم، ما هی برمیگشتم عقبا نگاه میکردم، احساس میکردم این ساختمون پشت من داره میاد پایین. عرضم به حضورتون فشار ساختمون جا خورده بود، این قاب پنجره به سمت بیرون خیلی استحکامش کمتر بود، با چند تا ضربه لگد و دست کامل کنده شد و افتاد به سمت بیرون. خوشبختانه اون ساختمونی که اونجا رفتیم، اون مغازه‌ای که رفتیم، حالا به سر فشار ساختمون چارچوبش کنده شده بود. تازه نفس راحتی کشیدیم، دیدیم بچه ها رو، سر و گردنمو که اووردم بیرون تازه فهمیدم چه خبره، تازه فهمیدم که خیلی شرایط بحرانی تر از این حرف هست. آکیانی آکیانی رو برسی من نگاه کنم، بالا رو برسی نگاه کن طبقه چیسه من رو نگاه کن، نگاه آکیانی محابرت نگاه کن طبقه چیسه من رو نگاه کن. وقتی شما تو قرنیز قرار میگرفتی خب بالاخره یه موانعی بود، من مجبور بودم که حتی اون قرنیزا رو پاکسازی کنم که نفر بعدی که میاد دیگه با اونا مواجه نشه. ولی وقتی سمت چپم رو نگاه میکردم، یعنی یه دره عمیق تقریبا 15 طبقه هیچی نبود. تا طبقه سوم رسیدیم با این دوستم علی که خدمتتون عرض کردم، کلن دیگه از سوم قفل شده بود، پاگرد رو همه قفل شده بود، اصلا هیچ راهی به پایین نداشتش. و دیگه من این صداهایی که تو نما دیگه ریختن و مثل بارون در واقع شیشه و اشیای داغ و معلق هم به عینه میدیدم هم به گوشم میشنیدم. من دیگه از طریق بیسیم شروع کردم آقای مهدیانی و آقای امینی رو پیدا کردن. تو ابتدای راه پله بودم ولی
هیچ وقت جواب منو ندادن، هیچ وقت جوابی ازشون نشنیدم. از همونجا هر چی ایشون صدا میزد، نه من میشنیدم با اون هیاهو اونجا، نه صدای من ایشون میشنید. از رو نردما پریدیم، چاره نداشتیم. گفتم علی فقط باید هر جور شده خودمون رو پایین برسونیم. پریدیم روی فنای کولرگازی، جلو مغازه فن کولرگازی که گذاشته بودن، از طبقه سوم پریدیم رو فن کولرگازی رو طبقه دوم. با سینه اومدیم رو فن یکی یکی. بعد همینجوری خودمون رسوندیم تا طبقه اول. طبقه اول دیگه هیچ راهی نداشتش بخوایم بیایم پایین. خیلی از همکارا میگفتن بپر پایین، دست فقط دستی بود که به سمت من نشون داده میشد، بنداز پایین خودت. گفتم علی خودتو بنداز پایین. فکر کنم یه 6 متر اینطورا میشه ارتفاعش. گفتم علی خودتو بنداز پایین، نهایت میخواد دست و پامو بشکنه. اومدم فقط که خودمو بندازم پایین، فرمانمو پایین دیدم. یه دفعه بهم یه اشاره کرد، نهتی نندازی خودتو. من بهش گفتم بیا این و من با بیسیم بگم. من دست کردم بیسیمو ور بیارم، دیدم بیسیمم شارژش تموم شده. حالا بیسیمشو زد یا اینکه تو اون شلوغی دیگه من متوجه نشدم. اما گفتم حاجی حمید نمیشه، بیا ببین چند نفر روی روی دیوار معلق موندن، نردبونم به ما نمیرسه. من یه لحظه بالا رو نگاه کردم، دیدم او چقدر آدم بالاست، یعنی دیگه فرصتی نبود که بیاد طبقه پایین ترش ما رو نجات بده. بیا پایین، فقط تو طبقه ها میگی مکتا ها نیست کردن، فقط تو طبقه ها خروج نمیتونه بخون تو همین گاهه نگاهه نیست وقت. حالا اگه تصویر هستی بیدیگه اول یادتا شوی به تخصیه مکتا اوضا بالا خیلی خرابه. یه اونجا تصمیم گرفتیم که حالا میگم که تا حالا من نه از جایی رفته بودم بالا، نمایی ما بودم پایین، ولی تصمیم گرفتیم که اونجا بیایم پایین. موقعیتم تو طبقه شیشون بود. حالا این استرس بچه‌ای که موندن تو آوار، فخرالدین گودرزی که بالا منتظر من بوده برم پایین براش برانکارد بیارم، تمام این ذهنا و بحث نجات جون خودم. بالا برهایی که کنار تو جمهوری مستقر بودن هیچ کس بهشون ایراد نمی گرفت. اگر از رو صندلی بلند می شدن فرار می کردن، صندلی اپراتوریشون. ولی واقعا شهامتشون جای ستایش داره که تا آخرین لحظه وایستادن خیلی بچه ها رو نجات بدن. خب طبق روال ابتدا مصدومین رو دادیم پایین با اون سبد نردبونی که اون داشت فعالیت میکرد. هر کسی سعی میکرد رفیقشو بفرسته جلو، رفیقشو بگه تو برو زودتر. یعنی درگیری ما اونجا این بود که گوش نمیکردن که خودشون برن، هر کی میگفت رفیقم هم بره اونو زودتر بفرست. خلاصه با خواهش و تمنا همشونو فرستادیم پایین. یه گروه چهار نفره مونده بودیم دیگه، یه گروه چهار نفره موندیم تو اون طبقه. فقط من موندم، شهید امینی، آقای رضا هاشمی شال و یکی از دوستانمون آقای حسینی، که آقای حسینی تو سبد بود زل غربی، آقای هاشمی شال بغل پنجره بود، من و آقای امینی هم تو معذرت بود. ایمان امیر مهدیانی، علی امینی، اینا بالا بود. یه لحظه اومدم روی قرنیز پنجره نگاه کردم، فنسای توری داره که روی پنجره هستش، مشبک‌های خیلی کوچیکی هستش. دستای ما که دستکش داخلشه داخل مربعی ها نمیره. دستکشم رو در آوردم به سمت پایین پرتاب کردم که حداقل انگشتای خودم داخلش بره، که همون لحظه با آقای توکلی گفتم و تماجم من رفتم. شاید هم میرسید به داد ما میرسیدن، ولی این ریسک رو کردیم که عرضم به حضورتون از نما بیان پایین. اول نما، اول نفری هم که شروع کرد اومدن، بچه های بعدی هم جرأت کردن اومدن. و به محض اینکه رسیدم پایین
ناراحت آقای گودرزی بودم، به بچه ها گفتم فخرالدین بالا مون، فخرالدین بالا مون. واقعا نشیم ناراحتی میکنیم چون دیگه راه ارتباطی با بالا کلا بسته شده. یعنی هر کسی که عمرش به دنیا باقی مون، شرایط ساختمون، شرایط تجهیزاتمون جواب میداد، اومدن بیرون بچه ها. از اون طرف آقای داوری پیچ میکردن که سریع ساختمون رو ترک کنیم، ولی من منتظر بودم که هنوز بچه ها از این پله ها بیان، ولی کن چشمم به پله بود که نیومدن که نیومدن. عرضم موضوع تو همون هین بود که دیدم سبد بالاور داره آقای گودرزی رو میاره پایین. واقعا یه چیز تعجبی، چون ایشون بنده خدا هم که تعریف میکنه باشون صحبت کردیم، میگه من با همون کمر آسیب دیده لگن شکسته خودمو کشون رسوندم به یه دیواری که خراب شده، فقط اومده خودشو پرت کنه پایین. تو بود دیدم که ساختمون داره میاد پایین، فقط میخواستم جنازم این زیر نمونه، زیر هزاران تون آهن و فولاد و بتون. ولی صدای آقای داوری میشنم که آقای نیکبخت رو صدا میکنه، میگه پیمان همه اومدن بیرون، خارج شو. وقتی این اطمینان خاطر رو به من دادن، دیگه من از یکی از اون نردبون ها اومدم پایین و با طمأنینه از ساختمون خارج شدم. ولی وقتی اومدم بیرون تازه متوجه شدم که به خاطر اینکه منو بیرون بیارن این حرف رو زدن. آقای امینی اون بالا گیر افتاد، آویزون شدیم از دیوارش و پریدیم پایین، پریدیم طبقه همکف، پریدیم همکف و از ساختمون اومدیم بیرون. از ساختمون اومدیم بیرون و دیگه من تو حال خودم نبودم، فقط داد میزدم امام زمان رو صدا میکرد، میگفتم بچه ها زیاد تو ساختمون اومد. شهید امینی اقدام کرد به جستجوی اون محدوده که ببینیم کسی دیگه جا مونده یا نه. محدوده رو گشت، رفت سمت بالاتر از راپله، چون ما یه راپله نداشتیم، راپله رو داشتیم ولی پاگردی که بتونیم بریم نداشتیم، پاگرد از بین رفته بود. با داد و بیداد صدا زد و اومد گفت همین هیچ نیست. اون لحظه آخری بود که من با شهید امینی بودم. من میدونستم ساختمون میاد پایین، به بچه‌ها میگفتم بچه‌ها فاصله‌تون رو حفظ کنید. ترسم از این بود که روی نوردون ها رو بالاور بریزه، چون زیر نوردون رو بالاور بچه ها داشتن کار میکردن، میوردن پایین نیروها رو خالی میکردن. تو همین لحظه من نزدیک پنجره که رسیدم باز یه صدای خیلی شدیدی بلند شد و از پشت سر یه خاک خیلی این طوفان مانند از پنجره های روبرویی که من میخواستم خارج بشم زد بیرون. که دیگه من رسیده بودم لب پنجره، رضا هاشمی شال بغل دستم بود، حالا همدیگر رو هل دادیم، دست همو گرفتیم رفتیم. میگم دقیق تون صحنه ها خاطرم نیستش. فرمانده اعلام وضعیت بحرانی میکنم، نیروهای فوری سازها باید کمک کنن، مناطق دیگه باید بیان، هلال احمر باید بیان، تعداد زیادی از بشکاشی آواز میکردن، متاسفانه ساختمون توافق مختلف ریزش کرده. گفتم فخرالدین خدا رو شکر زنی، گفت من نگران تو بودم، در صورتی حالا منم از این ور نگران ایشون بودم. گفتم بلند شد دیگه، اومدیم اصولی بلندش کنیم که آسیب دیگه ای بهش نرسه، آسیب شدیدتری به لگنش وارد نشه. یهو دیدم زیر ساختمون بودیم، دیدم ساختمون شروع کرده از کمر اون فشار ساختمون شروع کرد به
تخریب و آسیب دیدن از پایین ساختمون به سمت به صورت قیفی شکل به داخل خودش داشته میشه. ولی آقای حسینی که اونجا بود حالا دست ما رو گرفت، به هر طریقی بود آقای هاشمی شال پرید تو سبد، منم پامو گذاشتم رو سبد، سبدم نمیدیدیم، من و هاشمی شال سبدی نمیدیدیم، بعد به بهانه اینی که اونجا سبد هست اقدام کردیم. میدونستیم حالا با راننده سبدم که صحبت کردم میگم آقا چون از قسمت جنوبی شرقی آوار شروع شد تو اون لحظه ما شروع کردم سبد رو جدا کردن دیگه از دیوار. اگه تخریب ساختمون از دل غربی بود ما 4 نفرم مونده بودیم. 2 دقیقه هم نشد بعد از این که من در واقع خارج شدم، بیشتر از 2 دقیقه ساختمون به یک باره پیچید و اون آوار وحشتناک اتفاق افتاد. فرات کلون طبقه ریخته، از بالا چند تو پایین تره؟ آخرین چیزی که دیدم تو جلوی تلویزیون و برجای دوقلوی تو آمریکا بود، دیده بودم که یهو اون جلو چشم اومد و اون شدت صدا و آوار و اون خاکی که بلند شد، فقط تو اون تلویزیون دیده بودم، یه چیزی ندیده بودم. فقط دعا میکردیم که تلفات کمتر بشه، تلفات کمتر بشه، هر کی سراغ دوستای خودش رو میگرفت، بچه‌ها کجان، فلانی که با من بود کجاست. ما چند نفر با هم بودیم تو اونجا، حالا ما ایستگاه خودمون هم نبودن ولی خب با هم بودیم، هر کی سراغ همدیگه رو میگرفت، زنگ میزدن بچه‌ها، تلفن میزدن، خانواده‌ها زنگ میزدن، اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. باورتون نمیشه من هر موقع این حادثه رو تعریف میکنم یا یادش میفتم دروغ بهتون نگم یک سال از عمرم شاید کم میشه. اون بچه های ما یک بار شهید شدن، یک بار جون دادن، ولی که من هر روز آرزوی مرگم رو کردم، هر روز. شهید امینی سال آخر خدمتش بود، نه منطقه عملیاتیش بود، لزومی نداشون بالا بشه. این فریدون علی تبار یه جا من شیطونی کردم، فریدون خواب بود ازش عکس انداختم، این عکس شاید برای 4-5 شب قبل از حادثه بود. این محمد آقایی با دختر نازش، خدا صبر بده به خانواده هاش. اینم محسنه، میگم شاید پیمونه عمر من اونجا تموم نشده بود یا من لایق نبودم شهید شم، یا شاید هم خدا ما رو نگه داشته بتونیم بیشتر به مردممون کمک کنیم. حالا خواست خدا چی بوده؟